سلام دوباره بیننده بخش دوی آخر خط بگونی زنده است تلویزیون نور رسید. پس از وقفه یک هفته ای روند بازشماری آرای حوزه انتخاباتی کابل دیروز از سر گرفته شد. حدود یک هفته پیش کمیسیون شکایت انتخاباتی کل آرای حوزه کابل را به دلیل آنچه که تخلفات گسترده خوانده می شود باطل اعلام کرد. در پایان همان روز کمیسیون انتخابات این تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی را سیاسی و سلیقه‌ای خواند و دیروز هم اعلام داشت که بازشماری آرای کابل اثر گرفته می شود تا پایان هفته پیش رو نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کابل اعلام خواهد شد. پیرامون همین موضوع بحث داریم با آقای برهان الدین خلیلی، کارشناس انتخابات، و آقای داود احساس که هنوز نیامدن. داود احساس سناتور پیشین. جناب آقای خلیلی، خیلی زیاد خوش آمدید. کمیسیون ها جور آمدن بالاخره روی بازشماری آرای کابل، که روی انتخابات کابل که بازشماریش حالا شروع شده. به یاد نام خدا عرض شما و سلام به بینندگان رو داری. همونطوری که انتخابات یک بحثی، یک پروسه بسیار جنجال برانگیز، دو کمیسیون های انتخاباتی هم که روی کار آمدن از ابتدای کار با هم در برخی از مسائل با هم ناهمخوانی را داشتن و در نشست ها و جلساتی که دایر می شد بعضا گلایه و شکایت های جدی را کمیسیون شکایت انتخاباتی نسبت به کمیسیون انتخابات ارائه می کرد. این شکایت ناشی از چی بوده؟ خوب برمیگرده که کمیسیون شکایت میگه اسنادی که لازم است برای در اختیار کمیسیون شکایت قرار نگرفته بود. دقیقاً در جریان قبل از برگزاری انتخابات و قبل از که ما به پای صندوق های رای بریم، هم بحث های مطرح می شد بین هر دو کمیسیون که نامانگی وجود داشت و خیلی از مسائل بود که با کمیسیون شکایات شریک ساخته نمی شد و او به اوج خودش رسید بعد از برگزاری انتخابات و نابرابری هایی که در انتخابات داشت. دلیل ابطال آرای کابل چی بوده میتونه؟ ناشی از این ناهمخوانی و عدم تفاهم بین کمیسیون ها بوده یا آنچه که کمیسیون اعلام میکنه دلایل حقوقی مبنی بر ابطال این آرا؟ در کابل شاهد هستیم که انتخاباتی که در 28 میزان و 29 در دو روز برگزار شد، خب به روز دوم برده شد، هم یک نوع چی عمدی بود، همونطوری که با وقت و زمانش انتخابات کار آغاز نکردن اونا و در بعضی جاها به ساعت های 10 و 12 و 9 در اون زمانی که بعد هفته نمیانه 8 بشه بعد آغاز میشد، آغاز نشد. دلایل ناموجه هم انتخاب کمیسیون انتخابات در اوج بیان کرد، در حالی که همه چیز قرار می بود اگر یه اتفاق در ولایات می افتاد خب که خیلی چی نبود، می تانستیم بگیم که ناامنی است و خیلی مسائل دیگه است یا از لحاظ مسئله لوجستیکی اینا مشکل است. در کابل چنین چیزی ممکن نبود، همه چیز در اختیارشون بود و این عملی صورت گرفت. مشکلات در جام عملی به می بود که در قبل از انتخابات دیده شد که همو استیکرایی که قرار بود در تذکیره ها نصب شود اینا درس کرد به بیرون، همو 19 میلیون استیکری که چاپ کرده بودن خیلی از اینا و در اختیار نامزدان قرار گرفت و نامزدان رفتن به شکل غیر قانونی اینا رو در استیکرای خودشان در خانه هایشان به تذکیره ها نصب کردن و اینا در اختیارشان بود و این فرصت سازی بود. واضح و روشن شد که استیکرا از درخون کمیسیون انتخابات به شکلی که قطعا کسانی در وجود بود در جریان بودن که در اختیار کاندیدا گذاشتن و اون رای نداشت. دلایلی که کمیسیون شکایت ذکر کرده مبنی بر ابطال آرای کابل دلایل معجب و قانونی بود. دقیقا. خب چرا گذاشتین کمیسیون بحثی که میشه؟ اینجا مطرح بود یک چیزی، یک اشتباه اونجا کمیسیون شکایت انتخاباتی بعد دلایل معجب و منطقی خود او ارائه میکرد و معلومات خود از او میداشت و کاملا بر بحثی که ابطال آرای یک حوزه را مطرح کرده بود بعد همه آنچه که سراسری نبودنش است یا فرضاً مستقیم نبودن است، این دلایل ذکر نکرده شفاف نبودن اینها گفته، اما اینها را بعد می داشتی معلومات ها را به طور دقیق و یا را قبلا بعد از کمیسیون انتخابات می گرفت، از اوضاع می گرفت و اینها را درجی همون شکایت نمی کرد و او را ابطال اعلام کرد، دیگه بر نمی گردد. قرار به این نیست که فرضاً کمیسیون شکایت بیا یک حوزه را ابطالش بیا اعلان بکنه و تصمیم بگیره و دوباره از تصمیم خود عقب نشینی کنه، نشان میده که ضعفای در همو اطلاعات و در همو شکایاتی که به او رسیده و نوعی رسیدگی که به او شکایت هست ضعفای در اونجا وجود داره. به این لحاظ میان عقب نشینی میکنن و یک نوع دیده میشه که حتما توانایی که در با کمیسیون انتخابات، با مدیران کمیسیون انتخابات، با نامزدانی که قرار است که به شکلی
که رأی از مردم ندارن بیان اونجا کاری را انجام داده باشن که همونطور استیکرهایی بود که اونا داشتن رأی این غیری با چی را آوردن استعمال کردن گرفتن با او کامیاب شدن اینها را دیدن فیصله که میشون شکایت مطابق قانون نهایی بود گذاشتن از این فیصله و توافق با کمیسیون انتخابات گفتم میشه که نقطه ضعف های در فیصله وجود داشته که هم اطلاعاتی که یک برخی از گفته هایی که کمیسیون انتخابات گفت که اینا احساساتی آمدن یک چیز مطرح کردن و معلومات دقیق و کافی از وجود ندارن و خود کمیسیون شکایت هم به این مصر است که ما اطلاعات در اختیار قرار ندادن و او همکاری لازمی که باید ما بر شمارش باید میامدیم که با شماره یا فرزن مواردی که شکایت هایی بود ما بیم صندوق ها را ببینیم یا چی داشته باشیم اینا در اختیار ما قرار ندادن همین واضح هست که در اینجا تقلبات یا تخلفات بسیار وسیع و گسترده و فاحش در اینجا صورت گرفته که مثلا انتخابات هم برای شرمناک است که بیاره در اختیار شکایت قرار بده از لحاظ ناهمانگی وجود داشت با او هم ضعف های در شکایت فکر میکنین حالا رفع شده سخنگوی کمیسیون دیروز اعلام کرد که کمیسیون انتخابات که آنچه که کمیسیون شکایات از اون ناراض بود و میخواسته در اختیارشون قرار دادیم و حالا هم روند بازشماری ها را شروع شده. ما متاسفانه در تجاربی که ما در انتخابات های گذشته داریم و قبلشین های کمیسیون ها را دیدیم در برابر آرای مردم و در برابر نامسئول بودن آرای مردم و نامتعهد بودن اینها در رابطه با انتخابات ها و زیر تأثیر رهبران حکومت رفتن همین هم یکی از چشم امروز میبینیم که بدبختانه باز هم کسانی که در کمیسیون ها هستند و اساس گزینشی که صورت گرفته و افراد تعلق دارند و کسانی اما نامستقل بودنی کمیسیون ها را نشان می دهد و افراد اشخاص وابسته هستند و اینا جرأت اما کار مستقلانه را در رابطه با یک پروسه مستقل و با یک پروسه ملی ندارند این افراد باید شهامت و این جرأت و این می داشتند که وقتی کار را که آمدن انجام دادن اولا که باید دقیق می بودند که مسائلی را میگن سرش کلا با مستدل می بود و ابطال را که اعلان کردند دلایلی که برای ابطال از در قانون آمده مطرح شده او را باید عملی میکردن و از کار خود عقب نشین نمیکنن وقتی عقب نشین میشه ما برای واضح هست که یا میان فشاری است که برشان وارد میشه یک موضوع است و مسئله دیگه است که امو دلایلی را که دارن دفاع از دلایلشون به شکل درست کرده نمیتونن او خودش هم نشان میده که در بحث دیگری که مطرح میکنن که به ما در اختیار ما قرار دادن نمیشد معلومات این هم نشانگری است که واقعا یک سری معلومات ها را نداشتن آمدن به عنوان اهرم فشار یک چیز مطرح کردن که بالاخره حداقل کمیسیون انتخابات متوجه شود که ما هم در یک بخشی از کار داریم صلاحیت داریم که از اون صلاحیت قانونی خود آمدن در یک مقطع حساس آمدن استفاده کردن و ناگزیر شد که کمیسیون انتخابات هم تمکین بکنه با او و بیان به این وارد شون که بعد جلسه با هم شکل بودن و بیان کارشوی دیگر از سر بیان بسازن و مطابق از او پس شمارش در چی بگیرن تا بتونن آرای پاک از ناپاک جدا بسازن و اعلان بکنن کیها برنده یا در چی اینها آمده بسای است هنوز ما در بسای میتونه این باز شماری و مکانیزمی که موجود است راهکارهایی که میتونه روی دست دارن آرا را تصفیه بکنه متاسفانه پیچیدگی هایی که در بحث انتخابات هست و مسائلی که در آرای ریخته شده و صندوق ها هست ما تجربه ای که بازم ما برمیگردم به انتخابات 93 که تجربه ای که بود ما آرایی که می آمدن در صندوق ها میره تجدید بسیار یک لیست پاک صفا ستره کامپیوتر شده و منظم در داخل صندوق است و ریزلشت ها هم همونطور بسیار پاک صفا در حالی که منطقه هیچ کس رأی نداده اینا همش در داخل کمیسیون ساخته شده تنظیم شده در صندوق ها جابجا شده شما میرین با یک چیز بسیار خوب سر میخرین که هیچ چیز در اونجا خلاف احساس میکنین که اصلا هیچ چی کار خلاف در اونجا صورت نگرفته این برمیگرده به اینکه و ایرم تا کسانی که در پروسه شریک نباشن شامل نباشن بدون بایومتریک بدون چی بس قبل عالی بدونی که عالی بسره کسانی که پروسه را انجام میتن کاری که اون انجام میتن کسی که از بیرون میره میگیره تا اینکه با اصل اشراف نداشته باشه با اصل مسائلی که صورت گرفته آگاهی نداشته باشه پاک از ناپاک نمیتونه جدا بکنه به می اساس کمیسیون شکایات انتخاباتی با کدام کارشیوه ها میان وارد میشن که در پروسه ای که هیچ اشراف نداشتن هیچ کار انجام ندادن و اونا بیان برای پاک از ناپاک جدا بکنن یک کارشیوه سخت است دشوار است که اون چیزایی که تقلب شما بعد اومدین گرفتین در انتخابات گفتیم که یک لیست بسته در مراکز بیان کسانی رای داده میتونن که در این مرکز ثبت هستند این لیست شکست در روز انتخابات رئیس کمیسیون انتخابات آمد گفت یک منول جداگانه ایجاد شده کسانی که از بیرون میتونن بیان ثبت کنن ببین این کارها بیشتر اشاره کردن که عمدی بود بله این کار عمدی است کمیسیون انتخابات آمد رئیس کمیسیون انتخابات اعلام کرد مردم اجازه داد که شما میتونید که بیان در برین ثبت نام کنین و فرمای دیگه جداگانه هست در این فرم نامات رو نوشته کنین اینا هیچ که بستگی به اون لیست بسته که اون مرکز و محل نداره اینو کسی است که از بیرون میاد
اما استیکرایی که در بیرون شده و اونها هیچ صاحب هم نداره و هیچی هم نیست به هر کس داده شده و اینا میره رسانده میشه او شاید فیزیکی افراد هم نیه فقط افراد موظف هستن این لیست برسانه کجا از که مسئول شکایت میتونه یه دایی همچی که باید در نظر گرفته نشه یک بحث رو بیاره که هیچ آگاهی هم از این نداره و این مربوط به یک لیست بسته در مرکز رایدهی نیست شما در 550 مرکز 50 چند مرکز رایدهی کابل کجا لیست داره که اومده هیچ کدامش مطابق لیست که کسی ثبت نام کرده اونجا رای داده مطابق از اونوس کجا میتونه پاک از ناپاک جدا بکنید شما پاک از ناپاک زمانی جدا کرده میتونید که تمام افرادی که غیر از لیست های بسته که بسون انتخابات که قبل از اون سازماندهی کرده و لیست را در مراکز اعلان کرده و او به اساس حروف هم نشاندهی کرده کتاب کجا به کس هر به هر کس کد گذاشته که نامه گرفتن این افراد رفته رای داده باشن به اون زمان شما میتونید که را پاک از ناپاک جدا بکنید وقتی که اون خلط کنین یک چیزی را که به مراتب آرای تقلبی به مراتب آرای بدون افراد ریخته شده در صندوق بیشتر است از راهی که که با متریک شده و اومده به اساس لیست رای دادن اون اومده رای داده قطعا در نظر گرفته نشده شما کجاست پاک از ناپاک جدا کردن میتونید پس میام برمیگردم به یکی که میسونین شکایت انتخابات یک کار بسیار خوب در یک مقطعی اومد انجام داد که میتونید که یک عبرت شود برای کسانی که تقلب میکنن و مدیران متقلب شکایت منظورتون کمیسیون شکایت منظورم است که اگه این کارو میکنن سر کار جای خود وام ایستادن و اجازه نمیدادن که دیگه کابل میخوان پس بار دوباره برای انتخابات بسیار کار خوب بود وقتی یک سوالی بود که در صورتی که کمیسیون شکایت سر جاش می بود و تصمیم گیری میکرد کمیسیون انتخابات توانایی برگزاری انتخابات تا یک هفته داشت یا تا چند ماه دیگه خب حال بر نمیگردیم که به یک داشت یک تضمین تاش کجا یعنی توانایی را داشت که در 34 حوزه انتخابات برگزار کرد که افتضاح شد که یک حوزه هم باشه بالاخره وقتی که کسی با این همه ناتوانایی در 34 حوزه برگزار کرد در یک حوزه میتونه که برگزار کنه این کار نشد بعد کمیسیون شکایات انتخاباتی سر او با دلایل قنی میامد این کار انجام میداد جناب آقای خلیلی دوتایی که میتونست با یک چیز درستی را که بگیره که یک پند عبرتی برای فردا شده که دیگه بازم با همچه چیزهای با سر چی نگریم بحث دیگری که در اینجا آمد گرفت که احزاب سیاسی و جریانهای دیگه و خود کاندیدان در روز انتخابات که آمدن خلاف قانون انتخابات خلاف طرز عمل انتخابات که طرز عمل برگرفته از قانون انتخابات است که اجازه نمیده برای هیچ فردی که بیاد در روز انتخابات طرز عمل جدید جور بکنه و یا کارشوی دیگه بیاره راه بندازه که قطعا ممنوع است این خلاف قانون است این جرم است این جرم است که رئیس کمیسیون انتخابات در روز انتخابات آمد مرتکب شده این در تخلف نیست در خط تخطی نیست این در جرایم انتخاباتی به حساب میشه خیلی خب جناب آقای خلیلی با توجه به اما اگرهایی که در مورد انتخابات کابل وجود داره فکر نمیکنین که نتیجه این انتخابات مناقشه برانگیز باشه و نامزدایی که اونجا رای نمیگیرن با دلایلی که ذکر شده با اما اگرها و شکی که در مورد صحت این انتخابات خلق شده نزد افکار عمومی و کاندیدا مناقشه برانگیز باشه ما بحثی که برمیگرده ما تجربه که از افغانستان داریم در انتخابات در افغانستان داریم در دوری اول انتخابات 93 ریاست جمهوری دکتر عبدالله برنده انتخابات بود در دور دوم آمد پایین زد کسی دی آمد که اصلا آرایی که آمدن چند میلیون رای با چی آمد که هیچ اصلا نمفهوم از کجا آمده بود اینا ما حساب شد و یک کسی دیگه آمد رئیس جمهور شد و هم اعلان شد و هیچ کس صدایش هم نبرآمد و یک تفاهم سیاسی آمدن یک چیزی را ساختن که بین نکات مقاومت ملی که رای مردم کنار زدن با گپ هایی که صورت گرفته با مسائلی که در اینجا آمده است در گذشته داره عملی که در ولایات دیگه کجا شفافیت وجود داره اعتراض چیز دیگه وقتی که حکومت یا رهبران حکومت بیان با او اشرافی که به این نهادها دارن با او سفارش هایی که در اون نهاد دارن افراد اشخاص هم میتونن اونجا معرفی بکنن و گزینش بکنن و من فکر نمیکنم صدای کسی کس بشنوه که بیاد اعلان بکنه و بعد از او هم بیان مردم باز بگن کسای کامیاب نمیشن 800 نفر نمیتونه همش وکیل شوه دیگه یک جمع میان چی میگن اعتراضای دارن انجام میدن تقریبا مردم افغانستان با تجربه ای که تا 17 سال از انتخابات داریم یک چیزی برایشون مسلم شده و قابل پیش بینی است که هر انتخابات جنجالی هست و هر انتخابات شفافیت و مشروعیتش زیر سوال میره. ما باورم است که در این انتخاباتی که ما سفارش کردیم در 28 میزان اگر نامزدان انتخاباتی خودشان وارد پروسه انتخابات نمیشدن مردم دعوت نمی که کس به پای صندوق های رای نمی اومد. خب نگرانی خریداری کردن اومدن گرفتن خب. با مجبور آوردن پول دادن آوردن پای صندوق های رای برین سن رای بود. یعنی با این صورتش وقتی انتخابات پیش رو داریم باید نگرانی ما بیشتر باشه ممکن سطحش را خیلی کم باشه. دقیقاً یک بحث دیگه اینجا وجود داره که با مو یک بحث دیگه رو مردم درک کردن. مردم دیگه حال نمیان اونطوری یک مقدار در پروسه در این تقلبات مردم هم سهم دارن سهم خودشون رو بسیار خوب میتونن ادا بکنن همونطوری که حکومتی کارا میکنه همونطوری که کمیسیون هایی کارا میکنه همونطوری که نامزدان این کارا میکنن در اینجا نقش خودشون رو مردم میفهمن دقیق من فهمیدن که حکومت برای شفافیت انتخابات برای ارزش دادن به رأی مردم هیچ باور نداره
از لحاظ مردم می گفتن وقتی چنین کار را حکومت با ما میکنن نه میان در جای میگیرن، میان رای خدا میفروشن، رای خدا معامله میکنن، میان پای صندوق میان و دستگیری خدا استیکر میزنن، شاید در انتخابات دیگه هم همین کارو بیاد بکنن، پول بیشتر بگیرن، اما انگی بیشتر چه بکنن و افراد و اشخاص و اشخاص خانواده و قبیله و عشیره و قوم اینا بیان دعوت بکنن. جناب آقای خلیلی، انتخابات 2014 ما شاهد بودیم که خیلی وضعیت جامعه را خراب کرده بود، مردم در تقابل قرار گرفته بودند. این نگرانی تا 4-5 ماه دیگه فکر نمیکنین جدیتر شود و در انتخاباتی که ما داریم، انتخابات ریاست جمهوری، نتیجهش برای طرف ها قابل پذیرش نباشه و مردم در برابر هم قرار بگیرن؟ باور ما بر این است که از اعمال چند زنی هایی که وجود داره، اعمال ائتلاف هایی که شکل میگیره، ما میبینیم که اینا یک مقدار در درون هست که کسای روی از این پروسه کار میکنه. شما میگه یک کسی از یک از کاندیدانی که آقای عمر داوودزی که یکی از کاندیدان جدی بود رفت با کوچکترین یک چی ایلا کرد انصراف داد رفت، شاید کسای دیگه هم طور باشن، بیشترین کاندیدا شاید حکومتی باشن و شکل از اشکال بیان برن و اونها هم خیلی نمیخوان که انتخابات شفاف باشه. در انتخابات شفاف اونهایی که میخوان، اونهایی که چی میشن نمیتونن پیروز شن. خیلی خوب آقای خلیلی، نمیتونن پیروز شن که انتخابات در شفافیت در انتخابات ارسال بشه. کوتاه میخوام، نگرانی این که سناریوی بد انتخابات 2014 یا بدتر از اون تکرار شود در انتخابات پیشوری ریاست جمهوری میره؟ دقیقاً که باز پای کشور سیومی داخل شو و کشور بیرونی که بیای فیصله بکنم میانه طرف ها. یک بحث اینجا وجود داره که خیلی از نقطه های یا افراد و اشخاصی که فیگور بودن که اونا میتونستن نقشه بازی بکنن که مثلا در انتخابات های گذشته بازی کردن، یک مقدار فروپاشیدگی را حکومت تلاش داره که در او عناصر به وجود بیاره و او پایه ها را یک مقدار متزلزل بسازه که نتونه که یک ائتلاف یا یک تشکلی که متشکل از طرف ها باشه اونو بیا قوت بیان. مثلا انتخابات 14 آمد وارد شد، یک تیمی بسیار کلان، یک تیمی بسیار منظم، مردم آمدن دفاعی مردم آمد صورت گرفته، از او فرد نمو مردم آمدن از یک تیم دفاع کردن. چنین یک چیزی یک مقدار ضعفایی چی یک نگرانی وجود داره که چنین یک تشکل، اگر چنین یک اتفاق شکل بگیره خوب است، نگرانی به ایست که حکومت با ابزاری که در اختیارش داره، با منابعی که در اختیارش داره، با خرید و فروش هایی در اونجا صورت میگیره، از اینا میتونه به عنوان ابزار در انتخابات استفاده بکنه و او را به نفع خودش رقم بزنه. راه تقلب باز است، هنوز اصلاحاتی که احزاب نهادهای مدنی پیشنهاد میکنن پیاده نشد. فکر میکنی اگر با این ساختارهای فعلی و قوانین فعلی و آنچه که انتخابات پارلمانی با او برگزار شد ما بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری، شفافیت و مشروعیت انتخابات آینده زیر سوال نمیره؟ چقدر میتونه یک اصلاحات خوب، یک پکیج اصلاحاتی خوب که طرف هم از او راضی باشه، سلامت انتخابات آینده را نسبی تنظیم بکنه؟ چیزی که بسیار مهم است و میتونه سرنوشت ساز باشه و میتونه نقش خوب میتونه بازی با کسانی که میتونه در این نقش بازی بکنن و ایره بتونن به کرسی برشونن و او را برای چی بازی کنن. احزاب سیاسی همونطوری که آمدن در این مرحله آمدن یک کاری انجام دادن و خوب بود تا یک جای خب اصلاحاتی که احزاب پیشنهاد میکنن و حکومت نمیپذیره، اگر میپذیره قسمان میپذیره. خب در بحث جایش احزاب هم اشکالات جدی دارن. احزاب آمدن به جای از اینکه از لیست یک تفاوت بسیار جدی در کمیسیون در قانون انتخابات در این دوره آمد که در قبل نبود، هر کس میداد هر جای رای بود، امروز مراکز مشخص شده بود، افراد لیست شده بودن، بعد در مرکز رای رای میدادن، هیچ اجازه نداشت کس در جای دیگه رای بده، کسی هم که ثبت نکردن هیچ از رای محروم میشدن که نباید کس از رای محروم شود، کسی که اون رای او بعد رای میداد از رای محروم شد، کسی که اصلا هیچ نبود او رای داد. آمدن بعد عذاب روی از این پافشاری میکردن به جای طرح بایومتریک، طرح برقی سازی که غیر قطعا ممکن نبود، یک بهانه کلان به دست حکومت دادن، به کمیسیون انتخابات دادن که اونا زمینه رو بر تقلب فراهم بکنن، به جای از او عذاب میامدن سر لیست پا میفشدن که این لیست عملی شود، افراد برون لیست در مراکز رای دهی اعلان شود، افراد برون کد خود پیدا بکنن، نام خود پیدا بکنن، مشخص روزی که انتخابات است هیچ کس دیگه چی نباشه، هر کس برادم اگر به اساس حروف است برو حروف خود بفهمه، کد خود بفهمه، مشخص برون از تا 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 دو سه هم خاتمه پیدا میکرد، انتخابات به او زمانش نمیرفت. این کار را بعد انجام میدادن. ما به نظر که اکثر مسائل خرد کوچیکی که در درون پروسه هست اگر از آن مسئولانه بیان کسانی که فضل انتخابات شرکت میکنن، تیم تشکیل میتن، بیان سر پروسه انتخابات، سر چگونگی برگزاری انتخابات، چگونگی کار در روی انتخابات و این پروسه را بند مدیریت کنن، کار بکنن، در اوج اشراف داشته باشن، هیچ کس نمیتونه که به اون شکلی که خواسته باشه که تقلب بکنه و تقلب با کرسی بیاد بشینه، قطعا نمیتونه. اما کاری که احزاب سیاسی جریانایی که در اینجا توانایی دارن بیان روی هزینه کنن، روی از فکر بکنن، به جای از اینکه
زمینه را برای تقلب، طرحهای نامنظم، طرحهای ناموزونه بیارن مطرح کنن که در جریان پروسه باشه، بیان روی یک گپی که آمد انجام شده اتفاق است، او را میکنه میتونه جلوگیری کنه از تقلب و تشکر میکنیم از حضورتان. بعد چی مطلوب برسه؟ ممنون از تشکر از حضور شما آقای برهان الدین خلیلی، کارشناس انتخابات، و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.